با سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از آموزش جاوا اسکریپت. این جلسه میریم سراغ توابع همون فانکشن ها. یعنی توابع چی؟ توابع یعنی کار، یعنی دستور. خب یکیشون رو تا حالا ما استفاده کردیم به اسم آلرت. خب کنسول دات لاگ رو هم استفاده کردیم. البته اینجا کنسول دات لاگ تابه نیست، لاگ یک تابه است و کنسول یک جعبه است که ما این تابه رو گذاشتیم تو اون جعبه. جعبه ای که پر از دستور و داده است و ما میتونیم دستور لاگ رو از توش در بیاریم، ولی خود آلرت تابه حساب میشه، خودش جداه. خب ما میخوایم یه دونه بسازیم. ببین توابع تقریبا از همون یه مبحثی داریم به اسم الگوریتم. الگوریتم یعنی روش انجام یک کار. خیلی شاد مثلا بر بخورید بگن الگوریتم و برنامه نویسی یعنی چی؟ یعنی روش انجام یک کار. مثلا تلفن زدن رو فرض بگیری، تلفن زدن میشه، ما یه اسم بهش میدیم. خب مثلا تلفن زدن یک تابعی داریم به اسم مثلا تل، اسم یه تابع میسازیم به اسم تل مثلا. خب یعنی تلفن زدن، این خودش میشه چند بخش. گوشی رو بردار، شماره رو بگیر، صحبت تو انجام بده و بعد گوشی رو بذار. خب شد چند حرکت؟ شد 3-4 حرکت. اینو بهش، این مراحل انجام یک کاری رو بهش میگیم الگوریتم. اینا رو اگه جمع کنیم یه جای اسمی بهشون بدیم میشه تابع. به عنوان مثال من یک تابع میخوام بسازم. خب اسم تابع، برای اینکه تابع رو به جاوا اسکریپت معرفی کنیم کافیه که اول کلمه کلیدی بنویسیم به اسم فانکشن. فانکشن تو همون فارسی هم معنی تابع میده. خب بعد نام تابمون رو می‌نویسیم. نام تابع نمیتونه با عدد شروع بشه، نام تابع باید حتما حروف با حروف شروع بشه و آندرلاین هم میتونه شامل حالش باشه. پس نام تابع شد چی؟ حروف و آندرلاین، و آندرلاین هم میتونه شروع بشه البته، و شامل اعداد هم میتونه باشه. مثلا به عنوان مثال مثلا مهدی 24 مثلا نام درستیه. مه آندرلاین او درسته، مه آندرلاین او آندرلاین 8 نام درستیه، ولی مثلا 8 مه غلطه چون اعداد نمیتونن در نام تابع در اول قرار بگیرن. علامت های خاص مثل شارپ، دلار، اینا نمیتونن تو نام تابع باشن. پس نام تابع فقط میشه حروف الف و آ تا زد، آندرلاین و اعداد 0 تا 9. خب یک تابع من میسازم به اسم پرینت آندرلاین نیم. خب بعدش دو تا پرانتز میذاریم. خب حالا این پرانتز رو جلوتر من بهتون میگم چه معنی دارن، ولی فعلا فقط اینو بدونید که جلوی نام تابع یک پرانتز میذاریم. در انتها واسه اینکه بدنه تابع رو تعریف بکنیم دو تا آکولات میذاریم به این شکل. خب یعنی الان دستورات هم من میتونم بین این دو تا آکولات بنویسم. در هر موقع نام تابع رو صدا بزنم تمام دستوراتی که بین این دو تا آکولات نوشتم ظاهر میشن. خب دستور این پرینت نیم میخواد چیکار کنه؟ فقط ما میخوایم تو کنسول این تابع میخوایم واسه ما در خروجی نامو بنویسه، یک نامو بنویسه. لاک مهدی، ببخشید، مهدی عباسی. خب الان فقط یک دستور رو من توش گذاشتم، رفرش میزنم. خب حالا واسه اینکه تابع رو بتونیم استفاده کنیم باید صداش بزنیم، فقط نوشتنش کافی نیست. خب من اون رو صدا هم میزنم، پرینت نیم، نامش رو مینویسیم. برای صدا زدن یک تابع نامش رو مینویسیم و دو تا پرانتز میذاریم جلوش. این دو تا پرانتز نشاننده صدا زدن یک تابع است. فقط اگه اسمش رو بنویسید هیچ اتفاقی نمیفته. خب باید حتما دو تا پرانتز رو جلوش بذاریم. این اتفاق واسه اینه که بتونیم متغیرها رو از توابع جدا بکنیم. ما وقتی میخوایم متغیرها رو بنویسیم چیکار میکردیم؟ یه متغیر رو من جلو اینجا چی کنم؟ اینت باشه نامبر، کلمه کلیدی وار رو هم اولش مینویسیم، برابر است با 25. هر موقع میخواستم از متغیر استفاده کنم فقط نامش رو مینوشتم، ولی برای توابع باید پرانتز هم بذاریم. اگه نذاریم جاوا اسکریپت فکر میکنه که این یک متغیر نه یک تابه. و پس برای اینکه یک تابه رو صدا بزنیم حتما باید پرانتز های جلوش رو بنویسیم. خب حالا این رو پاک میکنم. اگر این دستورات رو من اجرا کنم، موقعی که تا جاوا اسکریپت اینجوری رفتار میکنه، موقعی که میرسه به این قسمت جایی که ما صدا میزنیم یک تابه رو، سری میره به خط اولش، یعنی میاد به اینجا به خط اول اون تابه، تمام خطوطش رو اجرا میکنه و بعد از اینکه رسید به آکولات دوباره برمیگرده به خط بعد از تابه و ادامه میده. ببینید مهدی عباسی در خروجی برای من نوشتش. خب حالا من اینو میکنم پرینت نیمز، میخوام چند تا نامو بنویسه.
کنسول دات لاک. حالا مثلا نام برادرم رو هم چاپ میکنم، رضای عباسی. خب رفرش رو میزنم. آب ببخشید با اینجا اسمو الان اینجا اشتباه اینجا کردیم، پرینت نیمز، اینجا الان پرینت نیمه، اینجا داره خطا میده میگه همچین تابعی وجود نداره چون ما نامو تغییر دادیم. یک اس دیگه میذارم. خب حالا درست شد. رفرش میزنم ببینید مهدی عباسی، رضای عباسی گفتیم. خب چه جوری شد؟ از اینجا جاوا اسکریپت موقع که نک نام تابه رو صدا میزنیم میاد به اول خط اون تابه خطوط دونه دونه اجرا میکنه و وقتی رسید به آکولاد دوباره برمیگرده به انتهای همون تابه و دستورات بعدی رو اجرا میکنه. اگه من میتونم هر چند بار که دوست دارم این تابه رو صدا بزنم. اصولا توابع برای این استفاده میشن که وقتی ما یک کاری رو دو سه بار میخوایم انجام بدیم، به جای اینکه سه چهار بار اون رو بنویسیم، به جای اینکه من دو بار بنویسم کنسول داد تاگ مهدی عباسی رضا عباسی، یه بار اون رو مینویسم توی تابه ای و هر موقع دلم خواست اون رو صدا میزنم. الان من دو بار این تابه رو صدا زدم، پس دو بار این دستورات اجرا میشن. ببینید مهدی عباسی، مهدی رضا عباسی، مهدی عباسی، رضا عباسی. خب این از این. یک تابع دیگه، تابع ها میتونن آرگومان بگیرن. ما گفتیم دستورن، مثل این میمونه که مثلا من بگم حمید برو. خب حمید به من میگه خب من کجا برم؟ خب درسته. اینجا این اطلاعات اضافه ای رو که ما همراه یک دستور به برنامه‌مون میدیم بهش میگیم پارامتر. خب من یک تابع جدید مینویسم، فانکشن تریانجل ایریا، اگه اشتباه نکنم مثلث رو درست نوشته باشم، تریانجل، یک مثلا دایره ایریا. میخوایم مساحت یک دایره رو حساب کنیم. خب مساحت دایره چجوری؟ عدد پی 3/14 ضرب در شعاع به توان 2. خب خب حالا این تابعه ما یک آرگومان هم میگیره، یک پارام آرگومان، اصطلاحاً یک دستور اضافه. شعاع ما باید بهش بدیم، یه چیزی باید بهش. من نمیتونم بگم مساحت دایره رو حساب کن. خب میگه خب مساحت چیه دایره رو حساب کنم؟ یه شعاع به من بده، شعاعش 2 3 4 5 چیه؟ خب اینجا ما اینجا مثلا می‌نویسیم شعاع. خب پس یک پارامتر میگیره، یک متغیر اینجا ما ساختیم که بهش میگیم پارامتر. کلمه کلیدی وار رو دیگه نیاز نداره و میتونیم تو بدنه تابمون ازش استفاده کنیم و در خروجی بنویسیمش. اینجا اینجا نتیجه مینویسم وار ریزالت برابر است با 3.14 ضرب در شعاع ضرب در شعاع. دستوری به توان 2 نداریم، دو بار خودش رو ضرب در خودش میکنه. خب فقط قبل از اینکه این اتفاق بیفته، همونطور که گفتم الان اگه من اینو اجرا کنم اشتباه میشه. اگه یادتون باشه جلسه قبل گفتیم تقدم عملگرها، اول این دوتا در هم ضرب میشن بعد ضرب در این میشه. واسه اینکه این اتفاق نیفته اول اینو میذارم تو پرانتز که اول این حساب بشه به توان 2 شعاع حساب بشه بعد ضرب در 3 عدد 3/14 بشه. خب و در انتها اینو در خروجی مینویسمش کنسول دات لاک ریزالت. خب حالا اینو فراخوانی میکنم. سیکل ایریا یه عددی بهش میدیم، مثلا بگیم 4. شعاع دایرمون 4، حالا یا سانتی متر یا میلی متر، اینجا دیگه واحد رو تعیین نمیکنیم، فقط مینویسیم. خب یه کنسول رو اینجا اشتباه نوشتمش، کنسول. خب میزنم 5/24 شد. خب 2.5 میدیم شعاع دایرمون رو، 19.625 شد. خب ببینید الان من یک تابه ساختم به اسم مساحت دایره و هر موقع بخوام یک مساحت رو حساب کنم فقط کافیه اون رو صدا بزنم. سیکل ایریا 2.5 دارم، مثلا یک دایره با مساحت مثلا 12 باشه، با شعاع 12. سیکل ایریا با شعاع 5، هر چند بار که دلم بخواد میتونم صداش بزنم. من الان 3 بار صدایی زدم. خب ببینید 19 فلان. خب درسته. حالا اینو میام اینجوریش میکنیم، کنسول رو مثلا به این شکل در میاریم، مینویسیم که گفتیم رشته ها رو میتونیم با به اضافه به هم اضافه کنیم مثل اعداد. شواجی مساحت مساحت
دایره با شعاع به اضافه شعاع به اضافه برابر است با خب اینجوری شد. الان من این رشته ها رو با به اضافه به هم وصل کردم. اینجا میگم مساحت دایره با شعاع فلان که اینجا وارد شده برابر است با نتیجه result. ببینیم در خروجی چی می نویسه برای ما. مساحت دایره با شعاع 2.5 برابر است با 19.625. مساحت دایره با شعاع 12 برابر است با 452.16 و با شعاع 5 برابر است با 78.5. خب یک مبحثی هم داریم به اسم میدان دید. میدان دید این متغیرهایی که ما استفاده میکنیم. ببینید متغیری که درونه یک تابع استفاده میکنید خارج از اون قابل دسترسی نیست. اگه من اینجا بنویسم console.likeResult ببینید متغیر result رو من تو بدنه یه تابع معرفی کردم، حالا خارج از تابع میخوام بهش دسترسی داشته باشم، پیغام خطا دریافت میکنم، undefined همچین چیزی معرفی نشده. چرا میگه معرفی نشده؟ ما اینی که اینجا معرفی کردیم، ولی ببینید درون بدنه تابع موقعی که با آکولاد میرسیم تمام این متغیرها از بین میره، متغیر شو از بین میره، ریزالت از بین میره و ما میتونیم یک حالت دیگه هم بهتون بدم، میتونیم متغیرهای همنام خارج و داخل نمیتونیم داشته باشیم، ببخشید نمیتونیم داشته باشیم چون باعث میشیم که چی تغییر بکنه. مثلا به عنوان مثال من اینجا متغیر میسازم به اسم F برابر است با یه متغیر میسازم به اسم پی، ببخشید پی برابر است با 3.14، درسته؟ حالا اونو دیگه میتونم داخل تابم ازش استفاده بکنم. اینجا مینویسم پی. خب اینجا وقتی از چی میرم بیرون از بین نمیره، پی رو میتونم دوباره چون پی رو بیرونه بدنه تاب معرفی کردم، داخل به قول معروف گلوبال عمومی داخل ریشه سند جاوا اسکریپت هم معرفیش کردم، یا همون فایل اینجا منظورم از سند فایله، فایل جاوا اسکریپت هم معرفیش کردم، در نتیجه همه جا میتونم ازش استفاده کنم، ولی ریزالتو چون تو بدنه تاب استفاده کردم بیرون از تاب نمیتونم بهش دسترسی داشته باشم، درسته؟ خب حالا من اینو اینجا پی رو میتونم دسترسی داشته باشم، میتونم تو خروج چاپش بکنم. ببینید پی 3.14 خیلی راحت. پس ببینید اگه ما متغیری رو درون تابه معرفی کنیم بیرون تابه نمیتونیم بهش دسترسی داشته باشیم، با پایان تابه از بین میره. یعنی هر بار که این تابه مثلا با 2.5 فراخوانی میشه این میشه 2.5. موقعی که ببینید در واقع مثلاتون توضیح بدم وقتی من تابه رو فراخوانی میکنم با 2.5 اینجا چه اتفاقی میافته. فرض برای میگیریم الان جاوا اسکریپت داره این کار رو انجام میده، میاد اینو میکنه 2.5. خب عدد پی رو نگاه میکنه این 3.14، این میشه 3.14 میشه شعاع 2.5 ضرب در 2.5 شعاع میشه 2.5 و ریزالت هم در نهایت خب جواب واسمون مینویسه. پس به این شکل در اومد، به شکل جاوا اسکریپتی ما باش نگاه کردیم. یا مساحت مثلا ما میتونیم بیشتر از دو پارامتر یک پارامتر هم داشته باشیم، با عنوان مثال یک فانکشن دیگه من معرفی کنم، فانکشن رکتانگل مستطیل اریا، مساحت مستطیل طول داره و عرض داره دیگه، طول و عرض اصطلاحا ارتفاع و اینا، ویث هیت دو تا پارامتر میگیره. اینجا میگیم وار ریزالت. شاید بگید خب اینجا من قبلا اینو معرفی کردم، چجوری میتونم اینجا دوباره معرفیش بکنم؟ ببینید گفتیم وقتی به آکولاد میرسیم از بین میره، پس من میتونم دوباره متغیر رو اینجا معرفی بکنم. وار ریزالت برابر است با ویث ضرب در طول ضرب در ارتفاع دیگه، به طول ضرب در چی بهش میگن عرض اصطلاحا تو فارسی، هیت و در نهایت console.logResult. خب اینجا میتونم مساحت مستطیل فقط اینجا بهتره به این شکل بنویسیمش. مساحت مستطیل
انگلیسی نوشتم مساحت مستطیل برابر است با فلان. خب حالا اینو میخوام فراخوانی بکنم به چه شکل. اینجا میام مینویسم rectangle area، اینو میدم 4، طولش رو ارتفاعش رو میدم 3. حالا ببینیم مساحتش به چه شکلی در میاد. اینجا میگه ببینم خط چند و خطا گرفته، خط 10 و آب بخش. اینجا به اضافه ما یادمون رفت بذاریم دو تا رشته رو با هم بچسبونیم، خطا رد کرد. مساحت مستطیل برابر است با 12. خب حالا یک مسئله پیش میاد، اگه یکی از اینا رو ننویسیم چی میشه؟ مثلا دو تا پارامتر داره، ما بیایم اینجا یکیشو بنویسیم، 4. دو تا پارامتر داره دیگه، یکی وید یکی مول، ما یه دونه واسش فرستادیم. اگه مقداری چیزی فرستاده نشه در جاوا اسکریپت اون رو undefined در نظر میگیره، تعریف نشده و باعث خطا میشه. ببینید نان مقدار خطا برمیگرد، نان هیچی، مساحت مستطیل برابر است با هیچی، چون 4 ضرب در هیچی میشه هیچی. خب 4 تا هیچی یعنی هیچی دیگه، بس undefined در نظر میاد. ولی تو زبان های دیگه مثل سی شارپ مثل جاوا این باعث خطا میشه. به تعدادی که آرگومان داریم پارامتر داریم، مثلا باید ما هم چی بفرستیم، ما هم باید واسش پارامتر بفرستیم. ولی اینجا تو جاوا اسکریپت خطای اتفاق نمیفته، فقط باعث میشه که اون آرگومانی که واسش مقداری ارسال نشده مقداری به اسم undefined به این شکل undefined درونش ذخیره بشه که به معنی هیچی هست. این هم از این. امیدوارم که فانکشن ها رو درک کرده باشید و بتونید ازشون استفاده کنید. اگه سوالی بود در بخش کامنت ها بنویسید تا دوباره این بخش رو براتون توضیح بدم و مثال های بیشتری.